سلام شنبه سه مرداد 94 24 جولای 2015 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه در 15 همین سال گرده فوت احمد شاملو شاعر نامبردار معاصر باز هم بر سر مزار او در امامزاده تاهر کرج نیروهای لباس شخصی و عرازل و اوباش به جمع خصوصی شاعران و هنرمندانی که بر مزار شاملو رفته بودند حمله کردند یک شاعر جوان اهل هرمزگان جواد قاسمی هم که از شعرخانی شاعرا و شرکت کننده ها عکس می رو هم دستگیر کردند و مدتی بعد آزاد کردند و به هر صورت مراسم کوتاهتر از زمانی که قرار بود برگزار بشه خاتمه یافت و در واقع حکومتی ها نشان دادند که از مرده شاملو هم می ترسند و در نظام استبداد دینی حاکم حتی در گور هم نباید کسی امنیت داشته باشه در اردبیل هم که ماجرای قتل یک پزشک متخصص سرطان و خونشناسی دکتر اسخر پیرزاده به دست پسر یک مریض یا به روایت دیگه یک دانشجوی جوان که هنوز معلوم نیست شهر رو تکان داده وزیر کشور وزیر بهداشت قرار شده به رسیدگی کنن وزیر بهداشت گفته به اونجا میره ولی پزشکان اردبیل امروز شنبه اعلام کردند که به سر کار نخواهند رفت و مطب های خودشون رو تعطیل و در واقع اعتصاب کنند سه سازمان امریکایی انجمن شیمی امریکا و آکادمی ملی علوم و کمیته دانشجویان نگران در نامه های جداگانه به آقای خامنه‌ای خواستار آزادی استاد شیمی زندانی دکتر حسین رفیعی شدند که در ارتباط با فعالیت های ملی مذهبی دستگیر شده و در زندان به سر میبره در مشهد هم مرگ دلخراش دو کودک کارتون خواب افکار عمومی رو به شدت جریه دار کرده دو کودک خردسالی که زیر کارتونی در پیچ یک جاده خوابیده بودند وانت نیسانی روی اون کارتون رفته و راننده گفته من به فکر نمی کردم زیر این کارتون ها کودک خوابیده باشه یک کودک هفت ساله فوت کرده و دیگری به شدت مصدوم موضوع دوم اینکه سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه با صدای اقتصاد عنوان کرده که اگر درآمد سرانه ایرانی ها رو به نرخ ثابت سال 83 که سال میانی هست و برای مقایسه همه رو به نرخ ثابت می کنند که قابل مقایسه باشه به نرخ ثابت بکنیم و اندازه بگیریم درآمد سرانه ایرانی ها در حال حاضر 42 درصد نسبت به سال 55 کاهش داره او همچنین گفته که در این حال که اقتصاد در واقع تولید نداشته کم تولید ثروت کرده و به این ترتیب درآمد سران تقسیم به ایرانی ها 42 درصد کاهش داشته اما اختلاف طبقاتی به شدت افزایش یافته و نابرابری در واقع افزایش بالایی داشته و ذریب جینی رشد کرده پدیده هایی که کاملا بیمار بودن اقتصاد رو نشون میده اما آقای محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم در خصوص ذخایر ارزی ایران عدد دیگری رو گفته او گفته ذخایر ارزی ایران بین 115 تا 125 میلیارد دلار به این ترتیب دیده میشه که معمای ذخایر ارزی کشور کماکان با داده شدن عددهای جدید از سوی مسئولین مملکتی ادامه داره آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم عنوان کرده که با امضای توافق هسته ای این کار باعث قویتر شدن دولت سوریه میشه و تهران به حمایتش ادامه میده به زبون دیگه آقای ولید معلم هم مثل معاون نخست وزیر که چندی پیش گفته بود منتظر است که سر کیسه پولهایی که حالا معلوم نیست اصلاً چند دلار هست چون هر کی یک عدد میگه بخشیش هم به سمت سوریه سرازیر بشه موضوع سوم اینکه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که افشای توافق محرمانه بین ایران و آژانس باعث میشه که اجرای توافق به خطر بیفته کنگره امریکا اول لفه دست روی این گذاشت و از دولت اوباما خواست که این توافق های محرمانه به کنگره بده و گفتن که آقای کری گفت که در جلسه محرمانه فقط توضیح خواهد داد و الان معلوم شده که اون رودمپ اون نقشه راهی که بین آقای صالحی و آمانو امضا شده برای تعیین تکلیف گذشته فعالیت های ایران حاوی زمائم محرمانه است که به احتمال زیاد به احتمال زیاد حاوی تعهدات ایران برای اجازه دادن به بازرسی از پادگان ها و مصاحبه با اشخاص هستش که نمیخوان علنی بشه برای اینکه خلاف سریح حرفای آقای خامنه ای و شعارهایی است که در ایران داده شده اما تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همین اعتراض نماینده های کنگره امریکا رو کردند و گفتند که این بخش های محرمانه باید در اختیار افکار عمومی قرار بگیره تا معلوم بشه که چه چیزی در واقع تعهد کرده شده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم متن فارسی برنامه جامعه اقدام مشترک یا همین توافق ویان رو به وزارت خارجه برگردونده و گفته اشکال ترجمه فارسی داره این متن جالبه که اگر وزارت خارجه ترجمه درستی نکنه کجا باید ترجمه درست پیدا کرد آقای صدیقی امام جمعه تهران هم از کسانی که به توافق حمله می کنند انتقاد کرده و گفته در شعن نخبگان نیست این حمله ها و ولی گفته قرارداد باید با دقت بررسی بشه این حرفا تقریبا شبیه حرف های سایت آقای خامنه و شخص ایشونه آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای که حرف او رو هم باید حرف آقای خامنه دونست هم شبیه همین موضع رو گرفته اما آقای جان کری وزیر خارجه امریکا مطرح کرده که رد این توافق برای شخص من تخیر کننده است و نمیتونم سرم رو بالا کنم او همچنین در مصاحبه با انبیسی گفته که حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران اشتباه محضه آقای ظریف اما از آقای کری انتقاد کرده و گفته که تفرقفگنی در ایران میکنه اشاره ایشون به حرفایی است که در کنگره زده بود آقای کری و گفته که ارز خود میبری و زحمت ما میداری این به خصوص زحمت ما میداری اشاره است به اینکه تیم مذاکره کننده به با تعهداتی که داده به احتمالا به دردسر خواهد افتاد اما موضوع آخر اینکه دوباره در مشهد تعدادی زائر سعودی دوازده نفر و ده نفر هم زائر بحرینی مسموم شدن این بار با سس مایونز تاریخ گذشته ای که هتل در غذاش گذاشته بوده البته خوشبختانه مرگ و میری این مسمومیت نداشته برخلاف دفعه قبل که با سم برنج در واقع برای سمپاشی مسموم شده بودن جناب حداد عادل هم فرمودند که در جمع معتلفه ها که اصلاح طلبان در نشریاتشون مجده میدن که شعبه مکتانال قراره در ایران باز بشه جناب رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری اعمه جمعه هم فرمودند که موج بیداری اسلامی مغزها رو فتح کرده اندکی سب سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی